درود بر شما. به باخبر بامدادی ایران شهر خوش آمدید. امروز سه‌شنبه دوم آبان ماه 2582 ایرانیه و 24 از ماه اکتبر 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار بامدادی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب در این باخبر میخواییم فقط متمرکز به این موضوع بپردازیم که رژیم چرا مجبور بود برای زمان خریدن و جلوگیری از سقوط حتمیش به حماس دستور بده که چنین جنایت فجیع رو در اسرائیل رقم بزنن و تمام معادلات منطقه‌ای و جهانی رو به هم بپاشن و از این طریق فقط و فقط به دنبال زمان خریدن برای رژیم خودش و ترس واقعی و بزرگترین وحشتی که داره از خود ملت ایرانه. قبل از هر چیزی لازمه بسیار از شما هم میهنان بزرگوار که با لایک‌های خودتون و همینطور با حمایت‌های مالیتون ما رو همراهی می‌کنید تشکر بکنم. عزیزانی داخل ایران گفتن که ما چطور کمک مالی برسونیم. ما هیچ توقعی از همیهنان داخل ایران نداریم به خاطر اینکه ما هم وضع خود شما رو داریم و می‌دونیم این چقدر مشکله و در این حال بسیار بسیار سخت و برای ما هم غیر ممکنه که هم امنیت شما حفظ بشه هم امنیت ما حفظ بشه و چنین کمک مالی ممکن باشه. تنها کمک مالی امن و بدون دردسری که میتونه به ما هم از طریق هم میهنان و هم خود ما انجام بشه از طریق همین سیستم یوتیوب که میتونید روی آرم قلب با نشان دلار در وسط اون کلیک بکنید، سوپر ثانکس، و در نهایت توانتون به ما کمک مالی بکنید. بسیار از هم میهنان که کمک کردن و میکنن متشکریم و در این حال اگر مقدوره به کمک های خودتون ادامه بدید، به خاطر اینکه لازمه برای شما بگم که چپ جهانی به خصوص در شبکه های مجازی علیه ما شروع به اقدام کرده. اینستاگرام کم نبود که الان مدت هاست ما رو شادو بند کرده و ویدیوهای ما رو مخفی میکنه در خود اینستاگرام، اما الان هم یوتیوب علیه ما وارد عمل شده. بعضی وقتا حتی دیروز ویدیوی ما رو پاک کردن و اجازه نمیدن صدای ما به همیهنان برسه. بیش از هر چیزی الان نیازه که میهن پرستان هوای همدیگر داشته باشن و اجازه ندن که چپ ها ادامه بدن به فعالیت های بهمن 57 شون برای ما ایرانی. اما در این بخش میخواییم به این بپردازیم که چرا رژیم دست زد به چنین جنایت هولوکاستی و داعشی و چنین جنایت فجیع. دنبال چی بود؟ چون این خیلی خیلی سوال بوده برای بسیاری از شما و بسیاری در جهان حتی. که الان میخواییم فقط این رو روشن بکنیم و اینکه ما چه راه حلی براش داریم رو در بخشای بعدی بهش میپردازیم. ببینین اولین موضوعی که باید در این مورد ما دقت بکنیم که چرا این اتفاق افتاد این که ببینید این حمله باید بسیار بسیار وحشتناک و هولوکاستی می بود. در ابتدا بسیاری انکار کردن در غرب، رسانه‌ها و شبکه‌ها و همه اینا، چپ‌ها و اصلا به شدت علیه این شروع به کار که هنوزم ادامه داره و به همه الان حمله میکنن، نمیذارن صداها شنیده بشه، سانسور میکنن، اما بسیاری حتی در شبکه‌های مثلا خبری اصلا نمیتونن فجایع رو نشون بدن به قدری وحشتناکه. یعنی شبکه‌های خبری در آمریکا مثل فاکس اصلا این اسناد رو نمیتونه نشون بده، چون اگر نشون بده سازمانی که روی این رسانه‌ها نظارت میکنه ممکنه مجوزهای فاکس نیوز رو ملغا بکنه، چون شما اجازه ندید در تلویزیون‌های جهان چنین صحنه‌های دلخراشی رو نشون بدی. الان اینقدر اینا وحشتناکه. اما این باید فجیع میبود. چرا باید فجیع میبود؟ ببینید باید این فجیع میبود به خاطر اینکه یک درگیری بزرگ ایجاد بشه. اگر این حمله تروریستی حماس به اسرائیل فجیع نبود، اون وقت اسرائیل مجبور نبود که حماس رو کلن حذف بکنه و مجبور نبود که بگه آقا من اول آخر باید این رو کلن نابود بکنم. اون وقت میتونست به یه صلح ختم بشه. رژیم این رو ترتیب داده به این شکل که اصلا این ممکن نباشه و حتما اسرائیل مجبور باشه به لشکرکشی زمینی. همونطور که میدونید بیش از 200 تا گروگان رو از کشورهای مختلف اینا گرفتن بردن بعد از قتل عام فجیع غیر قابل قبول، و الان دقیقاً مثل رژیم شروع کردن دو تا دو تا دارن اینا رو آزاد میکنن. برای چی؟ برای اینکه مثلا هفته به هفته زمان بخرن برای خودشون حماسی‌ها. دقیقاً اینا سناریوهایی که رژیم به کار برده در 40 سال گذشته با آمریکایی و کشورهای دیگه، دقیقاً سناریوست. و طرح کنونی اصلا طرح رژیم
اثر انگوش رژیم همه جاش وجود داره. بنابراین این حتما باید فجیع می بود. اگر فجیع نبود جنگ بزرگ و ادامه داری انجام نمی شد. و الان شما در این بخش متوجه میشین که چرا باید این ادامه پیدا بکنه. و اگر این بخوابه اون وقت رژیم هدف بعدیه. برای همین تا زمانی که میشه باید حماس باشه تا اینکه رژیم پشتش سنگر بگیره. و رژیم به خوبی اینو متوجه شده بود. این هولوکاستی بودن و شدید بودن این کشتار فلسطینی ها و حماس در اسرائیل منجر به این شده که حتی آمریکایی ها و حتی اروپایی ها از جمله آلمانیا اینا قبول بکنن که باید یک جنگ بزرگی رو اسرائیل آغاز بکنه. اگر این بزرگ نبود نمیتونستن این کار انجام بدن و این لازم بود. چرا؟ به خاطر اینکه دنیای اسلام رو رژیم میخواست بذاره در مقابل صلح با اسرائیل و در مقابل اروپایی ها و این رو بالا نگه داره و تا زمانی که این بالاست اونها نمیان سراغ رژیم و نخواهن اومد سراغ رژیم. گرچه این فقط زمان خریدن و موقتیه، اما این در این باره بسیار بسیار لازم بود و الان شما متوجه خواهید شد که رژیم خیلی نزدیک بوده به سقوط و اینو خودش میدونسته و این یکی از زمانهایی بود که بهترین نقطه ضربه زدن بود و بهترین زمان ضربه زدن بود و برای همین این اتفاق افتاد. نکته دوم در مورد این موضوع اینه که رژیم این زمان رو انتخاب کرده چون مطمئنه این موضوع جنگ حماس و اینا و کلن پاک کردن این داستان در زمان جو بایدن حل نخواهد شد. یعنی اینا مطمئن بودن که الان زمان حمله است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جو بایدن و دولتش توانایی حل و فصل این موضوع رو نداره و این ادامه خواهد داشت. و چرا الان یه سال مونده به بیش از یه سال مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؟ به خاطر اینکه رژیم مطمئنه که جو بایدن سال آینده در کاخ سفید نخواهد. این آریان طباطبایی، تمام لابی جورج سوروس و نایاکیا و همه اینا رفتن و اینا نیستن. مطمئن رژیم از این که این اتفاق میفته. برای همین الان لازم بود که این اتفاق بیفته و بیش از این نباید زمان رو هدر میداد. و اگر رژیم میدونست که سال دیگه جو بایدن در کاخ سفید خواهد بود، هرگز دست به این عمل نمیزد. این کار انجام نمیداد. چون مطمئن بود که پول هنوز خواهد رسید و به یه نحوی میتونه مشکلاتش حل بکنه. الان این کار لازمه بکنه به خاطر که میدونه سال دیگه جو بایدن نخواهد بود. بنابراین بهتره بیش از این زمان رو هدر نده و الان حمله بکنه و این کار انجام بده. در این که مسائل دیگه هم درگیره که برخی شما در این برنامه و در این باخبر در این بخش بهش نمیپردازیم. اما مسائل دیگه هم هست، مثل پایان یافتن بند غروب برجام که این خیلی مهم بود. در این حال مسائل دیگه هم هستش که در ادامه بهش خواهیم پرداخت. اما چرا رژیم صبر نکرد که سال دیگه این کار انجام بده؟ ببینید رژیم این کار انجام نداد، صبر نکرد، به خاطر اینکه مطمئنه اگر سال دیگه فردی مثل دونالد ترامپ در کاخ سفید باشه که احتمال قوی خواهد بود، چون ترامپ همین امروز برگشته گفته به محض اینکه من به قدرت برسم تمام رژیم رو تحریم خواهم کرد و نمیذارم یه قرون پول در بیاره. و رژیم میشناسه ترامپ رو و میدونه این کارا رو خواهد کرد. البته ترامپ صحبت از این میکنه که اینا سازش خواهند کرد، اما رژیم میدونه که نمیتونه سازش بکنه. اگر یک قدم عقب بذاره رژیم فرو میریزه از داخل. با ترامپ نمیتونه سازش بکنه، حتی با جو بایدن هم دیدید سازشی که کرده بودن اینا کلامی بوده و اینا اینطوری میتونن یه سازشی، ولی دیگه سازشی و برجام و اینا در شرایط کنونی به کلی به فروپاشی رژیم اسلامی منجر خواهد شد. برای همین اینا به درشون نمیخوره و ترامپ هم حرفایی داره میزنه که در عمل عملی نیست، ولی ما اصلا این چیزا رو نمیخواستیم. تو کل داستان اصلا خواست ملت ایران و انقلاب ملی، شاهزاده رضا پهلوی و ما هیچ کدومی نیستش که خارجی ها بیان مشکل ما رو حل بکنن. تنها چیزی که ما از اینا خواسته بودیم چی بود؟ به رژیم کمک نکنید. همین. دقیقاً برعکس اون رو جو بایدن از روز اول انجام داده. و الان گفته میشه که رژیم در این 3 سال جو بایدن به راحتی شاید 100 میلیارد دلار پول درآورده باشه. امثال فرزند علی شمخانی که این آقازاده بیش از 70 تا نفتکش ایران به نام اینه، فقط به نام یه نفره، روز 1 میلیون دلار درآمد شخصیشه از دلالی نفت ایران. گفته میشه نزدیک به 100 میلیارد دلار بایدن اجازه داده که رژیم در بیاره در این 3 سال. رژیم میدونست که اگر سال دیگه زمانی که ترامپ نزدیک به ریاست جمهوریشه یا رئیس جمهور شده این کار انجام بده، همون روز اول دونالد ترامپ اقدامات بسیار بزرگی ممکنه انجام بده علیهش. برای همینه که دیگه وای نستاد. تا اون زمان صبر نکرد و گفت همین یه سال هم بذار ما غنیمته. الان اگر بخوام این کار انجام بدیم و جلوی یه سری اتفاقا رو بگیریم که این کار انجام داده،
الان بهترین موقع است. در این حال یک مورد بسیار ضرب العجلی هم اتفاق افتاد که در ادامه به این میپردازیم. بنابراین دلیل دوم این که الان این کار انجام داد این بود. موضوع سوم چیه؟ چین و جنگ تایوان. ببینید جنگ تایوان قطعا در راهه. بسیاری در مورد این اتفاقی که افتاد در اسرائیل و این جنایت شنیع و شدید اصلا خواب اینم نمیدیدن. خود اسرائیلی ها حتی. اما الان یه چیزی که از همون روزهای اول مطرح شده بود چی بود؟ اینکه چطور تونستن سپاه قدس با حماس چنین طرحی انجام بدن و اسرائیلی ها و آمریکایی روحشون هم خبردار نباشه. ببینید اولا که الان در آمریکا یه CIA سر کاره که ویلیام برنز رئیسشه. ویلیام برنز یکی از بزرگترین حامیان رژیم اسلامی در طول تاریخ آمریکا است. طراح اصلی برجام اول ویلیام برنز و اون انجام داد این کار در واقع. اون این کار رو طراحی کرد و انجام داد. و بعد بازنشست شد و بعد از بازنشستگی بایدن برش کرد اون بردش CIA. جایی که بعد امنیتی‌ها باشن یک سازشکار با رژیم اسلامی رفت سر کار. این اولا که الان داریم می‌بینیم مثلا در روزهای گذشته شروع کرده CIA پادکست برگزار میکنه برای اینکه بگه که آقا محمد مصدق واقعا علیش پادشاه ایران کودتا کرده و اون کار اون عمل غیر دموکراتیک بود و پادشاه ایران حق نداشت این کارو بکنه، در صورتی که همه اینا تو قانون اساسی مشروطه بوده و کاملا قانونی بوده. یک اوباشی مثل ویلیام برنز که خودش حافظ و محافظ و نجات دهنده جمهوری اسلامی چه حقی داره که بیاد به ملت ایران بگه که اصلا اون کار دموکراتیک بوده یا نبوده؟ این بماند. اما خیلی‌ها میگفتن آقا چرا CIA نفهمید، چرا موساد نفهمید؟ ببینید الان متخصصین رسانه‌ای متوجه شدن که بدون کمک مستقیم چین چنین حمله‌ای غیر ممکن بود. الان اینا مطمئنن طراحی‌ها و عملیاتی که انجام شده در سری موبایل‌های جدیدیه که هواوی در چین اینا رو ساخته، چون چینی‌ها شروع کردن یه سیستمی ساختن برای خودشون که این سیستم تحت اندروید نیست، یعنی آمریکا و دیگران شنود بهش ندارن، برای خود چینه. تنها راه این که اینا میتونستن چنین عملیاتی انجام بدن با استفاده از سیستم چین بوده و بدون تجهیزات هواوی امکان پذیر نبوده این کار. و الان متخصصین ارتباطات دارن میگن که بدون شک از این تکنولوژی استفاده شده، وگرنه اسرائیل و آمریکا متوجه میشد. حالا اینکه آمریکا دوست نداره نگاه بکنه، الان CIA دوست نداره این چیزا رو نگاه بکنه یا به دلیل جدی سیاسی روش اونور میکنه بماند، اما موساد باید متوجه میشده که متوجه نشده و الان بزرگترین ضربه رو نتانیاهو خورده. نتانیاهو بعد از این دوره از نخست وزیریش کارش تمومه، باید بازنشست بشه. یعنی به شما بگم این یک واقعا ضربه نابود کننده به نتانیاهو. نتانیاهو باید بره. در اسرائیل دیگه متاسفانه فکر نمی کنم واقعا بتونه ادامه بده و این یک ضربه بسیار بسیار بزرگ بود به سیستم اسرائیل کلا. اما اینکه چرا باید چین درگیر این بشه، ببینید جنگ تایوان بدون شک در راه، اما این بستگی به یک موضوع داره. الان در این شرایط وزیر خارجه چین داره میره آمریکا. برای چی داره میره؟ ببینید چین براش بسیار مهم بود که این اتفاق بیفته. چرا؟ چون اگر آمریکا در دو جبهه الان درگیر یک جنگ بزرگ باشه، یه جبهه در اوکراین که میدونید چقدر هزینه بر بوده، 150 میلیارد دلار به راحتی فقط آمریکا پول داده تو این جنگ، این اوله. دوم الان اسرائیل که الان حداقل دو ناو هواپیمابر بهش اختصاص داده، یکیش بزرگترین ناو هواپیمابر و تقریبا ارتش متحرک جهانه که USS فورد اسمش، اون یکی هم آیزنهاوره که در خبرها اینجوری وانمود شده بود که ناو سومیه، اما نام دومی که دارن میفرستن آیزنهاوره که به نظر میرسه اینو دارن میفرستن تو منطقه خلیج فارس و اصلا این تو مدیترانه نمیره، به خاطر اینکه میخوان به رژیم یک اخطار جدی بدن. چین به خوبی میدونه اگر آمریکا در دو جبهه درگیر جنگ باشه، درگیری در جبهه سوم یعنی تایوان بسیار بسیار براش مشکل تر خواهد، بسیار بسیار. اگر سه جبهه جنگ وجود داشته باشه، امکان گرفتن امتیاز در هر سه جبهه، یعنی هم برای روسیه هم برای رژیم و هم برای چین، بسیار بیشتره تا اینکه اگر یه جبهه بود یا اگر دو جبهه باشه. بنابراین این حرکت و این اتفاق که افتاد بسیار مربوط به چین هم است و الان اثر انگشت چین هست در این. گرچه الان دولت ایالات متحده اصلا بسیاری اسناد رو که الان همه دارن میبینن، یعنی چند تا ویدیو ما خودمون دیدیم که در غزه در لحظات مختلف، از جمله در لحظه گروگانگیری، اون لحظه که یه دختر اسرائیلی رو میبینید دارن با لباس خونی دارن میکننش توی خودرو، یه نفر فارسی حرف میزنه اونجا، برمیگرده میگه آقا زنگ بزن زنگ بزن، یا
یا ویدیوهای دیگه من دیدم در غزه که طرف در لحظه چیز و خود بی بی سی اینو منتشر کرد و ما متاسفانه دیگه نمیتونیم هیچ ویدیوی نشون بدیم چون به خاطر ایرادای شدیدی که دارن از ما میگیرن ما نمیخوایم بهانه دستشون بدیم. اما یه ویدیوی دیگه من دیدم که خود بی بی سی منتشر کرده و توش اصلا یه نفر فارسی علنا حرف میزنه و شماره تلفنو میگیره آقا جون مادرتون یه چیزای فارسی میگه علنا شما میشنوی. یا تو غزه یک بمباران یه نفر برمیگره میگه آقا نترسید نترسید چیزی نیست نترسید. ببینید سپاهی اونجان و دارن عملیات حماس رو رهبری و هدایت میکنن. اینا همه وجود داره. اما آمریکای جو بایدن نمیخواد اعتراف بکنه به این به دلایل سیاسی. اما چرا این موضوع به چین مربوط بود؟ ببینید برای چین بسیار حساس و حیاتی بود که قبل از حمله به تایوان، قبل از اینکه اون به تایوان حمله بکنه، رابطه بین عربستان سعودی و اسرائیل مخدوش بشه. اگر این اتفاق می افتاد، حمله چین به تایوان به شدت در موقعیت و در وضعیت تضعیف شده قرار می گرفت و نمی شد این کار انجام داد. الان این شدنیه. چرا؟ چون الان عربستان مونده با رژیم و چین. دیگه ارتباط بین اسرائیل و آمریکا به هم خورده. دیگه اون ارتباط قدیم وجود نداره. و الان خود عرب ها برشتن به اسرائیل گفتن که حالا اصلا شما چنین صلحی رو فراموش بکنید. بنابراین حالا چین هنوز در موقعیت برتریه و دست برتر رو نسبت به آمریکا داره با عربستان، چون میدونید 85% انرژیش رو از عربستان وارد میکنه چین و نفت عربستانه که الان چین رو زنده نگه داشته، در کنار نفت قاچاقی که از ملت ایران دزده میشه و به چین داده میشه تا اینکه این کثافتکاری ها با پول ملت ایران رقم بخوره، کیلومترها رستوران مجانی و چلو کباب و دسر برای ولایی ها بچینن و پول بدن به بسیجی ها سپاهی ها تا اینکه کار نکنن بشینن خونه توییت بزنن علیه پهلوی و تخریب انقلاب ملی. الان چین مونده و این داستان. اما چین هم یه طرف دیگه، یعنی بازار کالاش بستگی به آمریکا داره. الان وزیر خارجه چین چرا رفته آمریکا؟ رفته آمریکا که ببینه آیا میشه توافقی رسید با آمریکا یا نه. اگر چین با آمریکا به توافق نرسه، این اتفاق برای رژیم زمان میخره. متوجه؟ برای همینه که رژیم دنبال اینه که همچنان با جنگ رو بالا نگه داره. همچنان دارن الان لشکر از کتاب نمیدونم حزب الله و نمیدونم تمام این تروریست ها از جمله سیدهایی که دارن عراق رو الان اداره میکنن، علی سیستانی و مقتدی صدر، دارن لشکرها آدم میفرستن به مرز سوریه برای اینکه بالا بگیره جنگ. حملات به آمریکایی‌ها در پایگاه‌های مختلف در خاورمیانه افزایش پیدا کرده. از نقاط مختلف شیعیان و طرفداران رژیم، حالا اگرم شیعه نباشن، حمله‌ها رو شروع کردن به خاطر که جنگ باید بالا بگیره. اگر چین با آمریکا به توافق نرسه، این میتونه برای رژیم زمان بخره برای فروپاشی داخلی. چون من بارها به شما یادآوری کردم در این سه رژیم، رژیم چین، روسیه و رژیم ایران، تنها رژیمی که متزلزله و در حال فروپاشی و قطعاً سقوط خواهد کرد رژیم اسلامی. چین و روسیه چنین حالتی ندارن. اینا حالا این اتفاق براشون نمیفته. برای چین در طی دهه‌های آینده به صورت بسیار عادی و بسیار طبیعی اتفاق خواهد افتاد. در مورد روسیه هم امکان داره اتفاق بیفته، اما به لحاظ ذهنی و به لحاظ فکری و به لحاظ مشروعیت داخلی این امکان وجود نداره. فهم رژیم اسلامی که هم به لحاظ طبیعی این اتفاق میتونه بیفته، هم به لحاظ مشروعیت داخلی این رو نداره. بنابراین الان تفاهم چین با آمریکا بسیار تعیین کننده است برای رژیم. مسئله چهارم اما چیه؟ اینکه رژیم میدونست که تا زمانی که انرژی ایران یکی از انگیزه ها برای سازش با رژیم باشه و این موضوع اصلا مطرح باشه، سقوط رژیم احتمالش کمتره و رژیم میتونه همچنان امتیاز بگیره. همونطور که دیدید خود دولت بایدن اعتراف کرد که اگر ما جلوی صادرات غیرقانونی و دزدی اموال ملت ایران رو از طریق فروش غیرقانونی نفت به چین می گرفتیم، اون وقت عرضه نفت در بازار کاهش پیدا می کرد و نفت گرون می شد. این باعث می شد که به روسیه هم پول بیشتری برسه. برای همین بود که هفته گذشته یکی از اولین کارهایی که دولت بایدن کرد بود این که نفت ونزوئلا رو تحریمش رو برداشت. به کلی تحریمش رو قانونن برداشت. به خاطر که میزان تولید رو در بازار افزایش بده تا اینکه تقاضا کاهش بده بکنه، تا اگر مجبور شدن تحریم‌های رژیم رو واقعاً به اجرا بذارن که به نظر من مجبور خواهند شد به اجرا بذارن، اون وقت قیمت نفت با وجود افزایش عرضه بالا نره، چون نفت زیاده دیگه گرون نمیشه و اون وقت دیگه جلوی فروش نفت رژیم رو بگیرن اتفاق خاصی در بازار نمیافته. رژیمی رو میدونست
و فقط موضوع نفت نیست، گاز هم هستش. برای همین تا زمانی که موضوع نفت رژیم مطرح باشه، رژیم همچنان دست بالا رو داره و مهمه داستان ایران. و اینکه این رژیم تغییر نکنه و خرابکاری نکنه و همه اینا یکی از مسائلیه که همه در جهان مد نظر قرار میدن. و رژیم احساس امنیت بیشتری میکنه از این طریق. برای همین لازم بود که اتحاد بین عربستان و اسرائیل به هم بخوره. و همینطور الان عراق به هم ریخته و کریدور قطر کلن رو هواست. همین روز گذشته اعلام شد که قطر قراردادی امضا کرده با ایتالیا، با یکی از شرکت‌های نفتی ایتالیا، ببخشید شرکت گاز ایتالیا، که از طریق تانکرها گاز رو انتقال بدن به اروپا. این دقیقاً چیزی بود که رژیم می‌خواست. و البته اینم بگم، ما میان پرستان کلاً مخالف این هستیم که کریدورها ایجاد بشه و کلاً ایران دور زده بشه. ما مخالف این هستیم. اما الان رژیم چون در حکومته و الان چون ایران رو در اختیار داره، اون داره منافع رو در حال حاضر می‌بره. ما این رو عوض خواهیم کرد. ما رژیم رو عوض می‌کنیم، منافع رو برمیگردونیم به ملت ایران و به کشور ایران. تمام این منافع باید تا قطره آخر شمرده بشه و به ملت ایران تحویل داده بشه. یعنی این یکی از خواستای ماست. اولین چیزی که باید مردم ایران بدونن که هر روز چقدر نفت و گاز صادر شده، چقدر به کی فروخته شده، کجا، در چه شرایطی. اینا علنا توی وبسایت باید همه لحظه شماری قطره به قطره شمرده بشه. یعنی باید اعلام بشه. این حق ملت ایرانه. اینو من به شما میگم، این حق ملی ماست. اصلا فرقی هم نداره ما شمالیم، جنوبیم، شرقیم، غربیم، همه باید اینو بدونیم. به همین سادگی. هیچ راه دیگه هم به جز این وجود نداره. اما این نقشه رژیم رو خیلی سریع عرب متوجه شدن و صحبتهایی که دبیر کل اتحادیه عرب کرد و همین قطر بلند شد ازش بیرون رفت و بهش اعتراض کرد و رژیم هم راه نداده بودن اونجا، چون اصلا عرب به حساب نمیارن و عرب هم ما نیستیم، گرچه خود رژیم سیدن و سید پرستن و اینا خودشون عرب میدونن و اینجا ایران رو ملک عرب میدونن اصولا. اما اونا هیچ وقت ایران رو نخواهند پذیرفت و این رژیم هم داره خیال بافی میکنه در این مورد. اعراب اما نشوندن که گول این داستان رژیم رو نخوردن و متوجه شدن که چه نقشه‌ای در کار بوده. برای همین اتحادیه عرب دو روز پیش اعلام کرد که گول این حربه رژیم رو نخواهد خورد و اونا اعلام کردن که متوجه این داستان هستن اصولا. اما مهمترین عامل که بسیار ضرب العجلی بود و رژیم باید دست به این کار میزد چی بود؟ آرمیتا گراوند، که گرچه این دختر پاک ایران الان در کما قرار داره، اما پدرش اعلام کرده که ما امیدی دیگه به زنده موندنش نداریم. گرچه یه سری اخبار زد و نقیز در میاد، بعضی از خونداش میگن ما امید داریم، بعضی میگن نداریم، اما بیشتر اخباری که در میاد نشان از ناامیدی داره. ما واقعا از ته دلمون و قویا امیدواریم که آرمیتای عزیز به زندگی عادی برگرده. چرا؟ به خاطر که بسیاری الان فکر میکنن که مثلا اگر آرمیتا از دست بره و یه جاوید نام دیگه بشه الان در این موقعیت، این حتما تبدیل به یه موج جدیدی میشه، یه زن زندگی آزادی میشه. نه، ببین این اتفاقات نخواهد افتاد. چرا؟ به خاطر اینکه ملت ایران در این حمایت قوی و بزرگشون از اسرائیل ثابت کردن که اولا که وحشت رژیم از این حمله بی‌دلیل نبوده و رژیم جدا میترسه و میدونه که دشمنان بزرگی در ایران داره و میدونه که باید تحت هر شرایطی است با هر ابزاری زمان بخره. شده بچه فلسطینی کشته بشه، شده بچه اسرائیلی زنده زنده سوزونده بشه، سرشو ببرن یا فلسطینی‌ها تیکه تیکه بشن، این لازمه که برای رژیم زمان خریده بشه. این کسانی که الان میگن که آقا عکس فلسطینی‌ها رو میذارن، عکس مثلا بچهای اسرائیلی رو میذارن، همه اینا ببینید، ما منافع بلند مدتمون با ملت اسرائیل، چون اینا اعتقادی به کودک کشی ندارن. اما این حماسه که دارن کودک کشی را میندازه. به عمد حماس یه سری غیر نظامی رو نگه داشتن در غزه که اگر بمب می‌خورد حتما یه سری کشته بشن. این اصلا جزء سیاست‌های بلند مدتشونه و در این حال جزء سیاست‌های بلند مدت رژیم هم هست. اما ملت ایران با یه جانبداری سیاسی از اسرائیل نشون دادن که اولا نه تنها وحشت واقعیه و باید رژیم بترسه، بلکه در این حال نشون دادن که موج‌های بعدی انقلاب ملی 100% سیاسی خواهد بود. بنابراین ما راضی نیستیم که یه جوان دیگه حتی از جوانان پاک ایران از دست بره. اصلا ما هیچ وقت راضی نبودیم. ما دنبال سر پا بودن و زنده بودن جامعه ایران هستیم. دنبال مرگ ایرانیان نیستیم. رژیمی که هم میخواد بسیجی کشته بشه، هم میخواد ایرانی کشته بشه، هم میخواد فلسطینی کشته بشه، اصلا مهمتر عاشق اینه که به بدترین نحو ممکن اسرائیل کشته بشه. ما دنبال هیچ کدوم از اینا نیستیم. و ملت ایران در این اقدامات اخیر در یک حرکت سیاسی بزرگ نشون دادن که نه تنها راضی نیستن، بلکه خطر واقعیه و نشونم دادن در این حال با حمایت سیاسی از اسرائیل که موج‌های بعدی حقوق بشری نخواهد بود و امثال نرگس محمدی و نسرین ستوده و همه این داستان‌ها، اینا اصلا بی اثر خواهد بود.
برای همین الان داریم میبینیم که یک کمپین جدید مسخره رژیم و آقازاده‌ها را انداختن که آقا پادشاهی خواهان دنبال اینن که اسرائیل حمله بکنه ایران، قصد بکنه زنهای ایرانی رو بگیرن ببرن تجاوز بکنن بهشون تو اسرائیل. آقا این چرت و پرتا چیه دارین؟ این اتفاقات و این کار فقط شما کردید تو ایران، فقط از شما سر زده، از هیچ کس دیگه هیچ وقت سر نزده. حتی تو همین فلسطین، تو همین چه میدونم غزه، شما دیدید مثلا زنای فلسطین رو ارتش اسرائیل بدوزه ببره بهشون تجاوز بکنه؟ چنین چیزی تو ما دیدید؟ کی دیدید؟ هرگز دیده نشده چنین اتفاقی. هر کس میگه دیده شده دروغه. الان چقدر دروغ میگن؟ مثلا سازمان‌های فلسطینی میگن آقا 5000 نفر کشته شده. با کدوم آمار؟ اون آمار که اون بیمارستانی که شما گفتید توش 1000 نفر مردن، موشک جهاد اسلامی خورده بود تو پارکینگش، شاید چند نفرم کشته نشده باشن تو اون، طبق این آمارها. الان اینا میگن که آقا اینا که دنبال براندازی هستن، دنبال اینن که جنگ را بیفته. ببینید نظر ما بارها گفته شده، هم خودمون گفتیم هم شاهزاده رضا پهلوی بارها گفته، ما مخالف هر گونه اقدام نظامی در ایران هستیم و وظیفه خود ما ایرانیانه که این حکومت عوض بکنه. اینو ما 1000 بار گفتیم، 1,000,000 بار دیگه مگه لازم باشه میگیم. و اما دروغ‌هایی که گفته میشه به خاطر چیه؟ به خاطر که ایجاد وحشت بکنن. و این وحشت اما به طور پایه‌ای غلط و دروغینه. یعنی گفتن این حرفا دروغه. چرا؟ ببین اگر اسرائیل کشوری بود که هم مرز بود با ما، یه همچین ادعاهایی اصلا میشد حتی راجعش صحبت کرد. اما الان تو الان نمیشه. الان ما بیشتر از این نگران بود بچشون از طالبان که بریزن تو ایران زن و بچه ایرانی رو بدوزن ببرن، یا کشورهای دیگه این کارو بکنن. ما مرز زمینی با اسرائیل نداریم که اصلا نگران این چیزا باشیم. اولا دوان اسرائیل انقدر دردسر داره الان خودش که اصلا به هیچ عنوان، نه الان و نه هیچ وقت دیگه، نمیتونه فکر بکنه به اینکه اصلا به ایران لشکرکشی بکنه. نه اسرائیل نه آمریکا چنین نقشه‌ای ندارن و نخواهند داشت هیچ وقت. آمریکا اصلا لشکرکشی های زمینیش به اتمام رسیده، مگر زمان این که مثلا موجودیتی مثل اسرائیل در خطر باشه، اونم فقط به خاطر دفاع. دارید میبینید حماس بود که شروع کرد کودک کشی رو، حماس بود که گروهان گرفت برد و الان پس نمیده، حماس بود که اینا رو کرده گوشت تم توپ، حماسه که مردم غزه رو به گروگان گرفت. در چنین مواقعی شاید موقتی، اما در مورد ایران اصلا چنین سناریویی وجود نداره. اگر هم هر حمله ای صحبتش بوده باشه، از طرف اسرائیل فقط و فقط اهدافش زدن سران رژیمه که اصلا اینو ما میخوایم. یعنی اینو من میشه میگم هر چقدر از سران رژیم نباشن، این به نفع ملت ایران. این اوله. یعنی این دقیقا منطبقه به خواستهای ملت ایران. دوم چی؟ سایت های هسته‌ای و موشکی رژیم اسلامی. چرا؟ چون توسط ایناست که ایرانو دارن به خطر میندازن، توسط ایناست که دارن ایران تهدید میکنن به تهاجم خارجی. حالا هر کس تو آمریکا هم گفته به خاطر ایناست، اگر اینا نبود اصلا راجع به این موضوع اصلا صحبت هم نمی‌کردن. یه سری آشغال تو ایران ملت ایران گروگان گرفتن، آمریکایی‌ها اصلا عین خیالشون هم نیست و اون موقع هم بیش از پیش نبود. این چیزاست که باعث شده چنین نقشایی واقعا مطرح بشه. اما همه این 5 دلیل رو که کنار هم بذاریم، همه اینا این رو دست میده که رژیم واقعا زمانی نداشته، رژیم واقعا در تنگنا بوده. سقوط رژیم و پیروزی ملت ایران بسیار نزدیکتر از و راحت‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنی. فقط مکانیزم‌های این لازمه برای این کار که هنوز متأسفانه به وجود نیامده. به محض اینکه مکانیزم‌ها به وجود بیاد و عملی و اجرایی بشه، رژیم ظرف چند ماه سقوط خواهد کرد. مکانیزم این کار هم تشکیلات سازمانی هست در قالب افکاری مشخص که بتونه سازماندهی بکنه، مدیریت بکنه، پشتیبانی بکنه و حکومت و دولت بعدی رو بسازه، که بدون شک حکومت و دولت بعدی همه کارش باید جوانان داخل ایران باشن. پایدار و سربلند ایران و ایرانی، جاوید شاه. تا با خبر بعدی، بدرود.